ECAM45.760. اجزاء دستگاه. مخزن آبی که داخلش دیده میشه. بسیار شیک. به راحتی بیرون میاد و به راحتی سر جاش میره. آسیاب دستگاه، هاپر، تنظیم فاینو کورس و ورودی پودر اسپرسو. دیپ تری، ناک باکس که به راحتی در جای خودش قرار میگیره. نازل متحرک دستگاه. مخزن شیر حرفه‌ای دستگاه برای فوم کم، متوسط و بسیار غلیظ، همچنین کلین دستگاه که به راحتی سر جای خودش قرار میگیره. پنل متال دستگاه با زاویه 45 درجه در قسمت تاپ دستگاه قرار گرفته و بسیار زیباست. چقدر من عجولم. خیلی عجله دارم برای اینکه یه مقدار قهوه بریزم، آب پر کنم، یه اسپرسوی حرفه‌ای. دونه های قهوه مدیوم رست نهنجون. کامپلیق لوگوسووار فیل تنک واسه تنک فولن، همش یعنی آب بریز داخل تانکش. فیلتر تصفیه الکتا رو میتونیم زمانی که از آب تصفیه درست استفاده میکنیم نذاریم. چطور؟ ببینید، ست میکنیم زبان رو، مثلا انگلیسی رو انتخاب میکنیم و نگه میداریم. زبان انگلیسی ست شد. واتر اسپوت رو در جای خودش قرار میدیم برای اینکه دستگاه بتونه هواگیری کنه. دستگاه هواگیری شد. حالا میتونیم دستگاه رو روشن کنیم. شستشوی اولیه به صورت اتوماتیک انجام میشه. اسپرسوی اولش مال من. برای تنظیمات اسپرسو شما میتونید مای کافی یا شورت کافی، یه قهوه استاندارد، استاندارد کافی و لانگ کافی و اکسترا لانگ کافی رو انتخاب بکنید. ما میذاریمش روی استاندارد. برای میزان قهوه هم میتونید قهوه آسیاب شده انتخاب بکنید یا قهوه خیلی ملایم، همینطور ملایم و قهوه استاندارد و زیاد. ببینید استرانگ و اکسترا استرانگ. یه دابل اسپرسو. تقریبا 60 سی سی اسپرسو، یعنی اسپرسوی دابل، خیلی با ظاهری خوب، عطر بسیار مطلوب و فکر میکنم طعم نرمال. چرا؟ قشنگ بدنه قهوه داره خودشو نشون میده. ببینیم، طعم قهوه رو حفظ کرده. میدونید بعضی از دستگاه ها احساس میکنی قهوه رو احتمالاً میسوزونن، ولی اینجا اصلا این اتفاق نیفتاد. این دستگاه نازل بخار داره. باور کردنیه؟ بخار رو انتخاب میکنیم و نازل رو داخل شیر قرار میدیم. قشنگ لایه لایه شد. خب و یه فوم خیلی خوب از شیر. ببینید کاملا خامه ای. نگاه کنید، خیلی یک دست و یک نواخت. فکر کنم خیلی خوشمزه است. عالی. بریم همین رو با مخزن شیر دستگاه بگیریم. مخزن شیر رو، درش رو بر می‌داریم و داخلش شیر می‌ریزیم.
برای جای خودش قرار میدیم و این نازل رو برمیداریم، بذاریمش کنار، مخزن شیر رو جای اون قرار میدیم. حالا این لیوان خوشگل دوجه داره و دکمه کاپوچینو. فوم این از اون به نظر من غلیظ‌تر شد. ببینید. ظاهرش هم خیلی جالبه. طعمشون هم یکیه. ولی جالبه میدونید نازل بخار برای یه دستگاه این چنینی که تمام مراحل به صورت اتومات داره انجام میشه خیلی عالیه. مثلا اگه شما بخواید هات چاکلت درست بکنید نازل بخار دارید. خیلی فوق العاده است. عالی. نوشه جون. راستی میتونید روی مخزن شیر غلظت فوم رو خودتون انتخاب کنید. ببینید میتونید فوم کم، متوسط یا زیاد رو انتخاب بکنید و همچنین بعد از استفاده دستگاه رو به حالت کلین ببرید. چطور؟ مخزن شیر کاملا شستشو شد. چه امکانات خوبی توی منو گذاشتن. منو رو با هم ورق بزنیم. ببینید ورود میکنیم به منو، آبکشی، رسوب زدایی اتوماتیک، فیلتر، برنامه های مربوط به فیلتر، تایم رو به سلیقه خودمون تنظیم کنیم، روشن شدن اتوماتیک یا خاموش شدن، کاپ وارمر رو میتونیم تنظیم بکنیم، انرژی سیوینگ برای حالت استندبایش هست و دما رو به اشکال مختلف برای نوشیدنی های مختلف، سختی آب و خیلی. ببینید زبان و اصلا بیپ انیبل، میتونیم همین صدا رو حتی قطع بکنیم و دیفالت ولیوز، تمام اینها رو به حالت دیفالت برگردونیم. دکمه های روی پنل رو با هم مرور کنیم. ببینید به راحتی میتونید تک شات، دبل یا لانگ رو انتخاب بکنید. دکمه مربوط به بخار آب، همچنین آبکشی، میلک، تمام در واقع منوی میلک اینجاست، لاته، سرو لاته، فلت وایت، همینطور کاپوچینو، میزان قهوه و میزان آبی که از اسپرسو یا کافیمون انتظار داریم، همه در دسترس شماست. سخن پایانی، نظافت. نظافت و نگهداری دستگاه از همه مراحلی که گفتم مهمتره. چطور؟ کلین رو در مخزن شیر حتما انجام میدیم که با هم تجربهش کردیم. مخزن شیر رو میکشیم بیرون و به همین شکل در یخچال نگهداری میکنیم. دیپ تری رو بیرون میکشیم، ناک باکس رو خالی میکنیم و دیپ تری رو خالی میکنیم. یه آب سبک میکشیم برای اینکه تمیز بشه. ناک باکس رو سر جای خودش میذاریم و دیپ تری رو به راحتی و به آرامی در جای خودش قرار میدیم. الیتا دلونگی ECAM 45760، ازش غافل نشید، دستگاه ایدئالیه، بهتون 100% توصیه میکنم، مخصوصا به کسایی که کاپوچینو و لاته ماکیاتو رو خیلی میپسندن. با منوی حرفه‌ایش واقعا لذت ببرید. نظر شما برای استفاده از دستگاهی اتوماتیک چیه؟ از تجربیاتتون بگید. سیف کنید.